And the third part, when did Gina and Charlie fall in love? Gina و Charlie چی وقت عاشق یکدیگر شدن؟ Okay. At school. When they were at school. وقتی گونا در مکتب بودن. When did he give her the ring? کی حلقه به زو داد؟ When they finished high school. وقتی گونا مکتب لسر خلاص کردن. Has she ever taken it off? آیا او هرگز حلقه را از دستش کشید؟ She's never taken it on. Taken it off. به اصطلاح او هیچ وقت حلقه را از دست خود نکشید. Okay. When did they get married? کی آنها ازدواج کردند؟ They got married in 1988. آنها در سال 1988 ازدواج کردند. Okay. And are they still in love? آیا اونها هنوزن عاشق هستن؟ Okay, you can say yes, they are still in love. اونها هنوزم عاشق هم دیگه هستن. When did they move to Arizona? کی اونها به آریزونا کوچ کردن؟ They moved to Arizona in 1993. در سال 1993 اونها به آریزونا کوچ کردن یا مهاجرت کردن. Okay, how long has she had the ring? برای چی مدت او همو حلقه داره؟ Since 1998 تقریبا از سال فراغت اینا 1991 بود که اینا مکتب رو خلاص کردن. پس میتونیم به این جگاه بگم since 1991 از امو 1991 که اینا مکتب خلاص کردن حلقه او داره. Okay, how long have they been married? برای چه مدت اونا اصلا ازدواج کرده هستن؟ بگم since 1998 از سال 1998 تا حالا اصلا اونا ازدواج کرده هستن. اگه برای یک مدتی بوده فور میگن، ولی وقتی که از اون وقت شروع شده و هنوز هم هست فقط تاریخ شروع شما میگن و از سنس استفاده میکنن. How long have they been in Arizona? اونا برای چی مدت در آریزونا بودن؟ Since 1993. از سال 1993 تا حالا به آریزونا هستن. And the title which we have, an electronic word. But before starting this, it's necessary to have a quick review on the grammar parts on page 111. سلام دوستان، امیدوارم که خوب و خوش و معید باشین. به ادامه درس قبل، درس آخر از یونیت 76 کتاب شما و عنوانی که داریم یک جهان الکترونیک آغاز میکنیم. اما قبل از او به صفحه 111 کتاب شما میریم و بخش گرامر سامری موضوعات درس رو از اونجی تشریح میدیم بر شما انشالله، که بعد از او باز ادامه مبحث رو پیش خواهیم برد. اوکی؟ Indefinite pronouns ضمایر نامعین رو خوندیم. Present perfect for and since درس قبل بود که ما گفتیم برای اینکه بیایم شروع یک کار نشون بدیم از سنس و جریان یک کار با فور نشون بدیم. مثلا وقتی میگیم I have been here for two days، جریان کار ما دو روز اینجا بودم. همه وقتی که میگیم he has been here since 2 o'clock، او از ساعت 2 بجه تا حال اگه این جگاه دیگه حالا که ساعت چنده مشخص نیه، ولی شروع کار نشون داده. یه چیزی بود که درس قبل کار کردیم. اما در صفحه مثلا یونیت 76 کتاب شما موضوعی رو که برای شما مد نظر قرار داده during هست، یعنی جریان. You can see it during the